الحمد لله رب العالمين، وخير العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الذي بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة، وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برادرای عزیز، بخش علوم قرآن را انشاءالله در خلال تفسیر در جایی که با او روبرو میشیم توضیح خواهد کردیم. دیروز بحث ما راجع به تعوذ یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بود و میخواهیم که امروز باز یک مرور مختصری و بسم الله الرحمن الرحیم و به اعوذ بالله داشته باشیم. بعد داخل میشیم به توضیح سوره مبارکه فاتحه. اول نکته است که ما تا اهمیت استعاذه را ندانیم، در حقیقت در گفتنش اما تأثیری که باید بدهد کم خواهد بود و اسبابی که ما را وادار میکنه که به الله متعال پناه بگیریم، او اسباب را باید بشناسیم. هرگاه اسباب استعاذه را درک کردیم و شناختیم و این اسباب انشاءالله ما را وادار میکنه که زبان خود را به استعاذه خلاص بکنیم. این اسباب یکی است که قرآن شفابخش امراض است و در آیه های متعددی قرآن به عنوان کتابی که شفا می دهد مطرح شده است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. بناهن ای شفا هم می دهد خصوصا به او امراضی که در سینه هاست، از وسواس شیطانی و شهوانی و قصدهای فاسد و قاری. انگامی که میخواد قرآن را بخواند، طبیعتاً برش دستور داده میشود که این مواد ناپاک را از قلب خود به واسطه استعاذه و پناه گرفتن به الله متعال باید پاک بکنی تا تأثیر قرآن بر قلب آدمی ثابت شود. از این خاطر به الله پناه میگیریم. دو، قرآن کریم وسیله هدایت است، علم و صلاح قلوب است. همانطور که ما باران مایه رویدن نباتات است و شیطان ماده ناری است که نباتات قلب را به تدریج تدریج میسوزاند، پس الله متعال به ما دستور میدهد تا با او پناه بگیریم تا نباتات قلبی معنوی ما توسط وسواس شیطانی زائل نشود و سوختانده نشود. از طرف دیگر ملائکه خداوند متعال در گرد مجالس قرآنی حضور پیدا می کند. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ارشاد می دارد: مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه الا. هیچگاه در مسجد از مساجد خدا کسی گرد نمیشینن مگر برای از اینکه کتاب الله را در مابینشان تدریس بکنن و به مدارسه بگیرن و تعلیم بگیرن. الا حفتهم الملائکه، مگر اینکه این مجلس را ملائکه کرام
گرداگردش حضور پیدا می کند و در اینجا می باشند. پس ضد ملائکه شیاطین است که دشمن ملائکه است. و قاری قرآن دستور داده می شود که با شنیدن قرآن کریم و با تلاوت قرآن کریم این دشمن خدا را از این مجلس باید دور بکند. از طرف دیگر شیاطین می خواهد که کتاب الله را که باید در او بیندیشیم و تدبر بکنیم با وسواسش در میان قلب ما و در میان مقصودی که ما قرآن را به خاطرش تلاوت میکنیم حائل واقع می شود. بنان به صورت درست معانی قرآن را درک کرده نمیتانیم، ذهن ما تیت می شود. پروردگار به ما دستور داد که به الله پناه بگیرین. از طرف دیگر شیطان همواره تلاش می کند تا بنده مؤمن را از کار خیر، خصوصا قرائت قرآن کریم، درس قرآن کریم، مجلس قرآن کریم باز دارد. بنان رب العالمین چون به ما شیطان را به عنوان دشمن معرفی می کند، دشمنی که ما او را نمی بینیم، دشمنی که از هر طرف بر بالای ما هجوم می آرد، پس خود را به الله نزدیک میکنیم با واسطه استعاذه تا او ما را نگاه بکند از شری که شیطان او را در ضد ما قرار داده است. از طرف دیگر حضور شیطان در جمعی موارد خیریه وجود دارد و است و پروردگار میفرمه و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بگو ای پروردگارم پناه میگیرم به سوی تو از وسوسه های شیاطین در همه امور خیر، در همه امور خیر. هر جای خیر شیطان وسوسه مندازد، به اشکال مختلف مندازد. گاهی فاعلی که عمل میکند در او وسوسه مندازد، ولی چی میکنی؟ بسیار کار دیگر باید بکنی، بسیار اعمال مهمتر را پیش رویت است، اما کار بکن، ای کار را بگذار، ای را بازپسان میکن، یک رقم وسوسه مندازد. کسایی که حاضر میشود این شکلش، ای قفرصد برای کیست؟ ولی 4 ساعت ششتن بسیار سخت است، ای چطور بکنیم؟ 20 رقم گف را پیش رویت میارد. از این خاطر رب ما میگه که هر گاه شما یک عمل خیر را انجام میدادید به الله پناه بگیرید تا این وسواس را از شما دور بکند. بناهن نکته دومه که باید او را دقیق بگیریم ایست که معنای استعاذه چی است. استعاذه به معنای اعوذ بالله گفتن و اعوذ مشتق از عوضه و این کلمه دو معنا دارد، به معنای التجا و استجاره است، یعنی پناه جستن و امان خواستن. و معنای دوم اعوذ به معنای التصاق یعنی پیوستن. عرب ها میگویند که اطیب اللحم عوضتون، خوبترین گوشت اما گوشتش که به استخوان متصل بوده باشد. پس به این دو معنا، چی به معنای پناه گرفتن و چی به معنای پیوست، میتونیم بگویم که اگر معنای اول را در اعوذ بگیریم که همانا التجا و استجاره است، ترجمهش میکنیم که اعوذ بالله پناه میگیریم، پناه میگیرم و امان میخواهم به سوی رحمت و حفظ الله متعال از شر شیطان رانده شده. و اگر به معنای پیوستن ترجمهش بکنیم، باز میگیم که می پیوندم به فضل و مرحمت الله متعال از شر شیطان رانده شده از خیر. و هرچی کلمه شیطان است دو میتونیم دو مصدر برش بدیم،
اگر از ماده شاد تانه بگیریم به معنای بعد و دوری است. عرب ها میگن که شتن داروکه خانیت دور است. پس هر سرکش و شریر را جن باشد یا انس باشد یا جانوری باشد میتونیم کلمه شیطان را بر بالای از او اطلاق بکنیم. هر چی که از جاده صالح کنار شود این کلمه در حقش استعمال شده میتواند. الله میفرماید و کذالک جعلنا لكل نبی عدو الشیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. این گونه ما برای هر پیغمبر دشمنی از شیاطین انس و جن گردانده ایم که بعضیشان برای برخی سخنان بظاهر آراسته فریب آمیز را القا می کند. ایتو یک حکایت میاد که روزی حضرت عمر رضی الله عنه و ارضا سر مرکب سوار شد و این مرکب آماده نشد به سواری حضرت عمر رضی الله عنه، این طرف و طرف شد و حضرت عمر گفت که ما حملتمونی الا علی الشیطان، مرا جز بر شیطان سوار نکردید، فورا پایین شد. پس در اینجا شیطان از شطنه بگیریم به معنای بعد و دور، پناه میگیرم و پروردگار عظیم میگه از شر شیطانی که از رحمت خدا دور شده است، از رحمت خدا کنار رفته. و اگر شیطان را از شات یشیتو از این کلمه بگیریم به معنای بطلان می باشد. و چون که هر سرکش خود فی نفسهی تباهکار و باطل است و مصالح دیگران را به تباهی مواجه می کند، لذا آن را شیطان نامیده می کند. در این صورت نون شیطان زائد خواهد بود. و رجیم دو معنا دارد، اول ملعون و مطرود از درگاه سبحان الله. در سوره مبارکه حجر آیه 36 34 و 35 می‌خوانیم، فخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. گفت پس بیرون شو از جنت زیرا تو ملعون هستی و بر تو است لعنت تا به روز جزا. دوم به معنای سنگسار شده، رجیم به معنای سنگسار شده. در سوره مبارکه ملک می‌خوانیم آیه 5، ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. و ما آسمان دنیا را با ستارگان آراسته کردیم و آنها را برای شیاطین سنگ‌پاره گردانیدیم و برایشان عذاب آتش سوزانی را آماده ساختیم. بر اساس این آیت هرگاه شیاطین برای شنیدن اخبار آسمانی اقدام به عمل آرند، مورد اصابت گلوله های آتشین قرار می گیرد که در نتیجه مقتول و یا هم مجروح خواهند بود. در سوره مبارکه مریم آیه 46 می خوانیم، لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا، وگر از این کار دست نبرداری سنگسارت می کنیم و مدت‌های طولانی خود را از پیش نظرم دور کن. در سوره مبارکه شعرا و سوره یاسین رجم به همی معنای سنگسار آمده است. پس پناه می‌گیریم به الله متعال از شر شیطانی که از رحمت الله کنار شده است، دور مانده است. به الله پناه می‌گیریم از شر شیطانی که مورد نفرین الله متعال قرار گرفته است. این را فهم ما شما الحمدلله درک میکنیم که موقف شیطان در برابر ما واضح است. یعنی نمیشود که در ذهن کسی بگردد که میشود با شیطان دوستی کرد. یک گروهی است که امروز خصوصا در سطح آمریکا به این عنوان کار میکنند
شیطان پرستان و از خود عقاید را ساختن، جنایت میکنند، هر سال یک دختر را ذبح میکند و آهسته آهسته به اریکه قدرت حکومت آمریکا هم تکیه کردند و نشانی های بسیار زیادی را از تسلطش وجود دارد. خب این مردم یک تعداد انسان های شیطان صفت، اما صفات شیطانی که تخریب است، خرابی است، ظلم است، اجحاف است، اونو ارزش ها را عملا تطبیق میکنند، نه تنها از نظر فکری بلکه از نظر ظاهریش در وجودش دیده میشود. شما شیطان پرستان را تاریخچه شما میتونین بخوانین و معشکالی که از خود جور کردن، بر خود شاخها جور کردن، بر خود قواره های عجیب و غریبی را ساختن، تصورات عجیب و غریب وحشیانه را بر خود دادن. الله میفرماید که ما انسان را به احسن تقویم آفریدیم، در حالی که ای گروه چون خبث باطنیش وجود داره، اما خبث باطنیش را به ظاهر هم تبدیل کردن. الله متعال دشمنی از این مخلوق شریر را به ما شرح داده است و سوگند هم خورده که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بخاطر ای که مرا گمراه کردی، البته برای گمراه کردن آنان بر سر هر راه راست میشنم. و جای دیگر میفرماید که قال ارائیتک هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الى یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. شیطان گفت به من بگو آیا این همان کسی است که بر من برتری بخشیدی؟ حضرت آدم علیه السلام را میگوید اگر تا روز قیامت مرا مهلت دهی، البته جز اندکی نسل او را تباه و نابود خواهم کرد، همش را گمراه میکن. آلی دو نقطه را گرفتیم، خدا هم به ما گفت که دشمن شماست و خودش هم اعلام دشمنی کرده، ما او را نمیبینیم در حالی که او ما را میبینه، جز ای که به الله پناه بگیریم از شرش خلاص هم نمیشیم. پس ارکان استعاذه را باید بدانیم. ارکان جمع رکن است، رکن ما یتقوم علیه شی، چیزی که به او میتونه یک شی نگاه شود، ارگا او نباشد شی هم نیست. رکن اول استعاذه مستعیذ، یعنی پناه جوینده، و این همواره صفت انبیا و اولیا و مؤمنان است که در هر مورد به الله متعال پناه میگیرند. پیغمبرا، انبیا، اولیا، صلحا، مؤمنان به الله پناه میگیرند، به غیر الله هیچگاه پناه نمیگیرند. در سوره مبارکه نوح و سوره مبارکه هود آیه 47 الله چنین بیان می کند قال ربی اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. حضرت نوح میگه که ای پروردگارم، من پناه می گیرم به سوی تو از این که چیزی را که به حقیقت آن علم ندارم درباره آن از تو سوال بکنم. می بینیم که الله سبحانه و تعالی در مقابل این استعاذه برای نوح علیه السلام دو خلعت را عطا می کند که یکی سلامتی و دومش برکات است. چی می گوید؟ چون او به الله پناه گرفت، نتیجه چی است؟ قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم من معک. گفته شد ای نوح با سلامتی از جانب پروردگارت که بر تو است و برای همراهانت است پایین شو. او گفت که خود از ضعیف پنداشت، به الله التجا کرد، الله هم دو نعمت را در مقابل یک سوال برش می دهد. داستان حضرت یوسف علیه السلام را کل ما و شما بلد استیم. وقتی که مراوده می کند از او زلیخا عزیز مصر، همسر عزیز مصر، در جوابش می گه قال معاذ الله، قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. گفت از این عمل
به الله پناه میبرم. قال معاذ الله. حضرت یوسف علیه السلام به کی پناه گرفت؟ به الله. معاذ الله، به الله پناه میگیرم. آقای مقام مرا گرامی داشته است و این که الله ستمگران را دوست نمیدارد. در این سه موقف شایسته حضرت یوسف علیه السلام برای ما شما تثبیت می شود: یک، تعوض، دو، اجتناب از خیانت در برابر احسان، و سرانجام ظلم. ظلمم معرفی کرد، کسی که امرایش خوبی کرده او رم شناخت بر ما، از طرف دیگری پناه گرفتن، ای را هم به ما تعلیم داد. وقتی که چونین کاری کرد، باز رب العالمین به حضرت یوسف علیه السلام دو نعمت را در مقابل استعاذه عطا می کند. یک، استعاذه کرد، دو نعمت برش می دهد. یکی که بدی و بی‌حیایی را از او دور داشت، طوری که ارشاد می فرماید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، این گونه هر حرام و مکروه را برایش وانمود ساختیم تا بدی و بی‌حیایی را از وی دور بسازیم. مراد از سو عشق و مراد از فحشا زنا است، زیرا عشق مقدمه زنا است و هر زناکار اولا عاشق می شود، بعد از آن به فحشا مبتلا می شود. در سوره یوسف آیه 78 از یوسف علیه السلام در جواب برادرانش حکایت می کند: قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. ای عزیز، او را یک پدری است کلان سال، بزرگوار، پس یک تن ما را در عوض او بگی، ما تو را از نیکوکاران میپنداریم. برادرش رفت در مصر. بعد از او باز حضرت یوسف علیه السلام خواست که برادر خود را با خود نگاه بکند. در باردان برادرش امو کوزه ای را گذاشت. وقتی که او را گرفتن، برادرها ایران ماندن که حالی چه کنیم، ما خود تعهد بسیار محکم را به پدر داده بودیم. خواستن که عوض ما، عوض برادری که تو گرفتیش، ای را ایلا بکو و هر یکی از ما را که خواسته باشی به عوض از او بشان. حضرت یوسف علیه السلام می قال معاذ الله، به الله پناه می گرم، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، پناه میگیرم به الله از این که جز کسی را که متاع خیش را نزدش یافتیم بگیریم، اگر چنین بکنیم طبیعتا از جمله ستمگاران خواهیم بود. رب العالمین در مقابل این استعاذه هم چنان عزت برش بخشید که در نتیجهش پدرش مادرش را بر تخت خود نشاند. حضرت موسی علیه السلام پیغمبر اولو العزم الله متعال است. در سوره مبارکه بقره آیه 67 حکایت میکنه که قومش به او گفتند: اتتخذونا هزوا، ای ما را به مسخره میگیری، تو بر ما میگی که گورا بکش، ما آمدیم که قاتل به ما معرفی بکو و تو برای ما میگی که گورا بکش، اتتخذونا هزوا، ما را به تمسخر گرفتی. حضرت موسی علیه السلام در جواب برش میگه قال اعوذ بالله، با الله پناه میگیرم، ان اکون من الجاهلین، از اینکه از جمله جاهلا باشم. وقتی که چنین شد، خداوند متعال در برابر از این استعاذه باز هم دو پاداش را برای حضرت موسی علیه السلام میدهد: یکی که اتهام را از میان دور میسازد، دومی که قتل را زنده میگرداند. اتهام به سرش بخشید، تو جای دروغ بگوی، بلکه همه تو شد، دوم قاتل هم زنده شد. حضرت موسی علیه السلام قومش را به قتل تهدید نمود، گفت که ای موسی میکشمت اگر دست بردار نشدی، تهدیدشان کرد. وقتی که ایش شد، جواب حضرت موسی علیه السلام این نبود که از اصولش پایین شود، صراحت لهجه خود را از دست بدهد، حق را نگوید، تلفیق بیارد، ایتو نگفت. واقعا مردم قوی بودند، متنا بود، ضعیف بود، فورا
به ذاتی که او قوی است به او پناه میگیرد. و اینی عضت بربی و ربکم ان ترجمون. حضرت موسی علیه السلام گفت من به پروردگار خیش و پروردگار شما پناه جستم از این که مرا سنگسار بکنید. خداوند متعال در درخواستش را پذیرفت و دشمنان را هلاک ساخت و دار و دیار و کلش در خدمت حضرت موسی علیه السلام داد. در سوره مبارکه آل عمران آیه 36 از همسر عمران حکایت الله میکند. و اینی سمیتها مریم و اینی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. حضرت زکریا علیه السلام حضرت عمران که وفات میکند خانمش میبیند که منبرش در خدمت خودش و این قبیله نیست. این زن با غیرت به پروردگار عظیم رو میارد و میگد که خدایا فرزندی را که به من نصیب میکنی این فرزند را آزاد کردم فقط و فقط در خدمت دین. ما از این فرزندی که به ما میتی هیچ نوا کار از پیش نمیگیرم و فقط در خدمت دینت میباشد. این را گفت. بعد میگه که و اینی سمیتها مریم، نام سرش گذاشتم مریم. و اینی اعیدها و من او را و نسل او را از شر شیطان لعین به پناه تو میسپارم. و اینی اعیدها و ذریتها من الشیطان الرجیم. امیر گفت خداوند متعال دو پاداش را برای مادر حضرت مریم میده چون اولادش را به الله سپرده، یکی قبول نظر او را، اینی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی، الله قبولش کرد. دوم حسن تربیت حضرت مریم علیه السلام، فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. الله متعال چی کرد؟ ای طفلک را مورد تربیت خودش قرار داد و یک نبات نیکویی که در حقیقت میوه‌های نیکویی را برای بشریت میدهد تقدیم جامعه انسانی نمود. باز میبینیم که حضرت مریم علیه السلام تحت کفالت حضرت زکریا کلان میشود. خب رب العالمین امرش خوبی ها میکند که حضرت زکریا ایران میماند، در زمستان میوه‌های تازه سرش پیدا میشود. مدت میگذرد حضرت بی بی مریم جبرائیل را میبیند، ملائکه را به صورت آدمی مشاهده نمود. وقتی که مشاهده نمود که ایرد به خود نزدیک دید فورا گفت که قالت اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فورا ناشار میشود. بی بی مریم که تحت تربیت پیغمبر بود و خدا هم تربیتش را میکرد کلان شد یک وقت میبینه که در جای تنها ای است و ملائکه به صورت آدمی که دیدش ورخطا شد که حالی چی میشود. فورا برش میگه قالت اینی اعوذ بالرحمن، پس به الله سبحانه و تعالی پناه میگیره. گفت من به سوی رحمان از تو پناه میخواهم، به سوی ذاتی که بی نهایت مهربان است از تو پناه میخواهم اگر مرد پرهیزگار باشی. الله متعال در برابر این استعاذه پاکی و طهارت را او را به زبان فرزندش به مردم ظاهر کرد. الله طفل برش داد بدون پدر، طفل با مجرده که در آغوشش است میرود به سوی قومش. خداوند متعال طهارتش را به طفلی که نوزاد است بر مردم اعلام میکند. میگه قال اینی عبدالله، طفل است، گفت که من بنده خدا هستم. آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، کتاب را الله به من داده است و مرا پیغمبر ساخته است. و جعلنی مبارکن اینما کنتو، و مرا با برکت خواهد ساخت هر جایی که باشم. و باز چی میگوید؟ و اوصانی به صلات و زکات مادمت حیا،
سفارش هم به ما پروردگارم دارم داده که نماز باید بگذارم، زکات باید بدم تا که زنده هستم، و برم به والدتی و دستور به ما داره که نیکی بکنم با مادرم، نگفت که با پدر و مادرم، و برم به والدتی، او رب به ما دستور داده است تا با مادرم خوبی بکنم، ولم یجعلنی جبارا شقیا، و مرا سرکش و بدبخت نخواهد گردانید. رسول ما صلی الله علیه و سلم در موارد متعدد به الله متعال پناه گرفته است. در سوره مؤمنون آیه 97-98 میخوانیم: و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بگو ای پروردگارم پناه میگیرم به سوی تو از وسوسه های شیطان ها، و پناه میگیرم به سوی تو از پروردگارم از این که نزد من حاضر شوند، از این که شیاطین نزد من حاضر شوند، از این هم به تو پناه میگیرم. در سوره اعراف آیه 200 میخوانیم: و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. و اگر تو را از جانب شیاطین وسوسه ای رسد، فورا به الله پناه بگیر. بناهن وقتی که پیغمبرا از شیطان و از بدی ها و زشتی ها به الله پناه گرفته است، ما شما نباید بگیریم؟ ما به مراتب مراتب ضرورت داریم. شما تا اینجا دیدین که هر پیغمبری که پناه گرفته، هر دوست خدا که به الله پناه گرفته، خداوند متعال دونی که برش عطا کرده است. پس عزیزم، اگر ما هم به الله پناه بگیریم از بدی ها، رب العالمین بر ما هم دونی که اقلا میدهد. پس معنا چی شد؟ پیغمبرا که سرقافل اسرار مردم هستند، اولیای خدا که بزرگای مردم هستند، به الله پناه میگیرد، به غیر الله پناه نمیگیرد. دقیق شده این؟ نمیگه که سخی صاحب برست برم، بلکه به الله خودم است برد، پیران پیر صاحب برم برست، به الله پناه میگیرد. اینه پیغمبرای خدا هستند، اولیای خدا هستند. پس ما تو چی باید بکنیم؟ چون مؤمن هستیم، مسلمان هستیم، به الله باید پناه بگیریم.